سلام های نوروزی به شما عزیزان، به برنامه با هم بسیار خوش آمدید. سال نو همه شما مبارک. سال نو، بهار نو خجسته. اوضاع ویروس کرونا راستش نوروز و فصل و سال و همه چیز رو دگرگون کرد. ما برنامه های ویژه رو تدارک دیده بودیم، اما حقیقتش مستمعی خودشون رو از دست دادند و از صحنه تا نکات و غیره، حتی مهمانانی که قرار شده بود دعوت کنیم و از مدت ها قبل با اون عزیزان در تماس بودیم و غیره رو راستش ما کنسل کردیم و فکر کردیم که دیگه جا نداره. بعضی از اون عزیزان هم به دلایل قرنطینه بودن و غیره اصلا در دسترس نمی بودن. به شکل‌های مختلفی این فضا دگرگون شده بود. اما به هر حال وقتی سال نو میشه برای همه ما معنی خاصی داره. یک سال رو پشت سر گذاشتیم و با هم پشت سر گذاشتیم. همه ما با همی‌ها تلاشی کردیم و می‌خوایم راجع به اون تلاش هم صحبت کنیم. ما یک سال جنگیدیم، مبارزه کردیم، سپر به سپر ارتجاعی ترین، هارترین تمهیداتی که علیه جامعه می شده جنگیدیم. در یک سال گذشته چقدر تلاش کردیم که آمدن طالب و زوایای اون و دسیسه ها و توطئه های آمریکا، ارگ، سپیدار، احزاب جهادی، خود طالبان و طالبانی ها، لشکری که دیده نمیشه، حامد کرزای و دیگران، همه اونها رو آشکار و بیپرده روی صحنه بیاریم. نقش حنیف اتمر، نقش این والی و اون والی، نقش سرداران، نقش رشید دوستم، نقش عبدالله، نقش اشرف غنی، نقش این تیم و اون تیم، انتخابات و مضحکه اون، همه اینها رو ما با هم ایجاد کردیم، صحبت کردیم، پیغام گذاشتید، نظر دادید، اظهار نظر کردید، انتقاد کردید، پیشنهاد داشتید. همه اینها سالی است که ما با هم پشت سر گذاشتیم. سالی پر از تلاش، پر از کوشش و پر از مبارزه. چیزهایی در این یک سال خلق شد که سالهای قبل نبود. موجی از اعتراضات در هرات و مزار شریف و کابل و ده ها شهر دیگه ایجاد شد، شکل گرفت، به میدان اومد که در سالهای قبل نبود. اگرچه ارگ و سپیدار و دولت وحدت ملی سابق که هنوز هم دو فاکتو یه طوری به حیات خودش داره ادامه میده، جنبش روشنایی، جنبش تبسم و ده ها جنبشی رو که خیابان ها رو به تصرف در آوردند زدند و از عرصه جامعه خارج کردند، اما دستاورد های اون باقی موند. جامعه آموخت که به اشکال مختلف باید خودش رو سازمان بده و برنامه با هم همه جا همراه این جنبش اعتراضی بود. در جمهوری اسلامی ایران وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغانستانی، دروغ ها، دسیسه ها، توطئه ها، کارهای نمایشی از کارگران شهرداری که به شهرداری تهران دعوت کردند و بعد موج عظیم اخراج ها، دستگیری ها، سپاه فاطمیون و زینبیون و غیره، همه اینها روی میز کار ما اومد. راجع به اونها دونه دونه صحبت کردیم و شما اومدید و شهادت دادید، مصاحبه کردید. دست همه تون رو، همه شما که همکار برنامه با هم بودید و خیلی از شماها که دیده نشدید اما حضور دارید رو به گرمی میفشاریم. در برنامه‌ای که امروز تدارک دیده شده به اتفاق همکارم حسین خدایی‌فر در اتاق فرمان، یک مجموعه رو تهیه دیدیم که دقیقاً میچسبه به همین اعتراضات، همین خواستها در سال جدید. سال جدید و مشکلات کهنه، سال جدید و ارتجاعی که هنوز باقیه و مبارزه‌ای که در پیشه.
مشکلات رو از سال دیگه به سال دیگه آوردیم و همچنان با اونها می جنگیم سپر به سپر. در برنامه امروز می خواهیم نگاهی داشته باشیم به وضعیت مبارزه زنان علیه اون چیزی که به نام صلح و سازش با طالبان برای جامعه نقشه کشیدند. در این رابطه صحبت می کنیم و می خواهیم بریم سراغ یک فاجعه. فاجعه ای که شما به خوبی می شناسید. 5 سال پیش در همین حول و حوش و حوالی 19 مارس 2015 5 سال پیش جنایتی رخ داد. راجع به فرخونده ملک زاده میخوایم صحبت کنیم. این مجموعه ایست که براتون تهیه کردیم. جایی نرید، همچنان با ما باقی بمانید. نوروز و سال نو رو یک بار دیگه از جانب خودم، همه همکارانی که شما نمیبینید و در تهیه این برنامه نقش دارند، به شما عزیزانم تبریک میگم. بگذارید بریم و مهمان عزیزمون رو معطل نکنیم و با اون صحبتمون رو شروع کنیم. خب مهمان عزیز برنامه رو همراه خودمون داریم، فاطمه روشنیان عزیز، مدیر مسئول هفته نامه نیمرخ. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه با هم بسیار خوش آمدید. بسیار تشکر. سلام بر شما و همکاران شما و همچنان سلام بر کسایی که برنامه رو میبینن. سال نو رو برای همگی تبریک میگم و آرزو میکنم که یک سال خوب و خوش رو همه مردم داشته باشه. ممنون از شما و همچنین فاطمه عزیز. دوران بسیار پرتحولی مقابل مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان هست. شما مدیر مسئول یک نشریه هستید که در دفاع از حق زن کار میکنه و دغدغه های بسیار زیادی دارید. از نزدیک با موضوعی آشنا هستید که بسیار حساسه. از همین اواخر که توافقنامه امریکا و طالبان امضا شد و بازگشت طالبان به قدرت به نظر عملی تر میاد، نگرانی های شما چیه؟ دغدغه های شما الان به عنوان یک فعال دفاع از حقوق زنان چیه؟ بسیار تشکر. البته من همانطور که شما یادآور شدین، به عنوان یکی از خانم هایی را که در افغانستان زندگی کردیم و در متن مردم بودیم و قضایای بسیار زیاد در درون افغانستان از نزدیک شاهدش بودیم، من یک سری نگرانی ها دارم از پیوستن طالبان دوباره به حکومت افغانستان و سهیم شدن اونا به قدرت و جامعه افغانستانی. یک سری نگرانی های وجود داره و در این حال در کنار از یک سری امیدواری های ایرانیز ما داریم. اگر بهتر به این موضوع اشاره بکنم که افغانستان هنوز هم فضای جنگ زده را دارن. افغانستان هنوز هم ما بسیار با یک وضعیت بدی به فعالیت های ما ادامه میتیم و در حال حاضر هم که طالبان هنوز به رسمی سهیم قدرت در افغانستان نشده، با اون هم ما مشکلات زیاد خود داریم، به خاطر از اینکه یک جامعه سنتی، یک جامعه جنگ زده و یک جامعه که سالهای زیادی درگیر جنگ های متعددی بوده، فکر می کنم که خیلی حزم کردن فعالیت های زنان و زنانی که کمی متفاوتر می اندیشه و متفاوتر گام بر می داره بسیار زیاد برای جامعه سخت است. اما با دشواره های بسیار زیادی مواجه بودیم و عملا هم هستیم. اما آمدن طالبان به این مشکلات و به این نگرانی‌های ما بیشتر افزوده، به خاطر از اینکه تعداد کسانی که در دوره حکومت طالبان در افغانستان بوده، اونا بیشترین نگرانی‌هایشان این هستند که طالبان دوباره با همون ذهنیت قبلی برمیگرده و هیچ گونه تغییری در ذهنیت اونا و در نوع نگاه اونا نسبت به فعالیت‌های زنان و نسبت به حضور زنان در جامعه، در جاهای مختلف و سهم شدن زنان در قدرت و در اجتماع و در فرهنگ و اقتصاد، هیچ گونه تغییری در دیدگاه
از اونا نیامده و اونا با همو دیدگاه بسیار بسته، بسیار افراطی و بسیار خشینشان دوباره میایه و اونمو فضا رو دوباره بر زنان افغانستان ایجاد میکنه که حق ندارن که بدون مرد از دروازه خانه بیرون بره یا حداقل حق تحصیل، حق کار در شما نداره. و اگر این حق ها را هم بخواه بر زنان افغانستان بتوام در چارچوبات شریعت اسلامی هست. و ما و شما یک تعریف بسیار واضح و خوب را، یک شناخت بسیار خوب را از شریعت اسلامی داریم در قسمت زنان. خب این میتونه نگرانی های بسیار زیاد را برای همه ما، بخصوص نسل نوی که ما هستم و هزاران خانم دیگه ایره که همسن ما هستن و کار میکنن، یک سری نگرانی ها را به وجود میاره و بدون شک ما تشویش داریم. اما از یک نگاه دیگه ایره که ما ببینیم، خب حضور جامعه جهانی و کسانی که در افغانستان بسیار زیاد هزینه کردن در قسمت حضور زنان، در قسمت توانمندسازی زنان و در قسمت از اینکه زنان افغانستان هم میتونه و خود زنان هم تلاش های فراوانی را کردن. از این لحاظ ما فکر میکنیم که حداقل اگر طالبا و اون نوع نگاه دوباره بخواه شامل حکومت افغانستان شد و بخواه او فضاره ایجاد بکنه، خب امیدواری از این است که ما فکر میکنیم که دستاورت هایی که در طول دو دهه اخیر ما داشتیم یا حداقل سرمایه گذاری ایره که کشورهای بیرون در افغانستان کردن، ما فکر نمیکنم که اینا را بسیار زود همه چیز نادیده بگیرن و دوباره او ذهنیت طالبانی دوباره در اینجا حاکم شود. پس میتونیم بگوییم که هم خوشبینی هایی وجود داره و هم نگرانی ها و تشویش هایی وجود داره، ولی من خودم شخصا بیشتر خوشبین هستم و فکر میکنم که طالبان با او ذهنیتی که در دهه در دوران حکومتشان داشتن در گذشته در افغانستان بودن، حداقل بر از اونها این فرصت مساعد نمیشه و حداقل او اجازه از داده نمیشه که دوباره بیا اونها با همه قدرت و با همه صلاحیت باسم او فضا را بر افغانستان و بخصوص بر زنان افغانستان ایجاد کنه. بسیار عالی. خب چشماندازیه که الان ترسیم کردید. اجازه بدید ببینیم نگاه مردم چیه؟ شما به عنوان یک فعال زن بگید خوشبین هستم که نمیتونن چنین کاری انجام بدن، اما این نمیتونن باید بر یک اعتراض به یک جنبش اجتماعی متکی باشه تا ادعا کرد که طالبان نمیتونن جامعه رو به عقب برگردونن، یعنی این جامعه خیال به عقب برگشتن نداره. چنین شواهدی شما از کل جامعه برداشت میکنید الان یا نه؟ خب ما این خوشبینی ما به دلیل هست که من گاهی وقتا میگم خب طالبان کی هست که بر از اونها قدرت و این صلاحیت داده شده که اونا بیاین در مورد حضور زنان، در مورد فعالیت های سیاسی زنان، در مورد فعالیت های اجتماعی زنان و اینکه حق زنان افغانستان و توانمندی های زنان افغانستان چی هست و در کجا باید اینا فعال باشن و چی کار در چی سهمی رو باید در همه امورات داشته باشن. من گاهی وقتا و همیشه به این فکر هستم که طالبان کسایی نیستن که ما بر از اونها اونقدر جرأت و صلاحیت بدیم که اونا بیاین تصمیم بگیرن که زنان افغانستان در کدام چارچوبات، در کدام قالب اینا باید کار بکنن، در کدام قالب باید فعالیت بکنن. اولا که متاسفانه بسیار بزرگ نمایی شده و من فکر میکنم که او کسایی ده که از آمدن طالبان هراس دارن و ترس دارن، خب او همون کسایی این فرصت بر از اونا و این ذهنیت بر از اونا ایجاد کردن که اونا میتونن دوباره اون ترس و وحشت رو به بار بیارن. ولی حرف من خوشبینی من این هست که ما اونا رو به رسمیت نمیشناسیم و بر از اونا این حق و اجازه از اونا نمیدیم که دوباره اونا بیاین اونمو وضعیتی رو که در گذشته حاکمیت کرده دوباره اونمو فضا رو ایجاد بکنه در افغانستان. ولی از اونجایی که من بیشتر
با زنان در ارتباط هستم، در گفتگوهای زنان، در گفتمانهایی را که برگزار شده، در نظر سنجیهایی را که انجام شده و در گزارشات و در بحثهای رسانه‌ای را که زنای زیادی از گوشه و کنار افغانستان دغدغه‌شان و نگرانی‌ها و خوشبینی‌هایشان به خاطر آمدن صلح و گفتگوهای صلح و گفتگو با یک گروه تروریستی و جنایتکار به نام طالب شریک ساخته، مطمئناً که اصلا خوشبین نیستن و بسیار زنان زیادی که فعالیت های اقتصادی می کنند، در بخش های متفاوتی کار کردن، وقت گذاشتن، سرمایه گذاری کردن، همه از اینا نگرانیشانی است که با آمدن طالبان ما محدود میشیم و اینمی فضا بر ما دیگه میسر نخواهد بود که ما با اینمی وضعیتی که حالی دینمی مقطعی از زمانی کار میکنیم دوباره با همین وضعیت ادامه بدیم. و متاسفانه که بسیار فضای یعنی وحشتناک حاکم شده بین همه زنانی که فعال بودن و فعالیت کردن و دستاوردهای خیلی خوبی را داشتن در طول 18 سال با کمک های بین المللی که بوده، با تلاش خود زنای افغانستان که بوده، یک سری جای پایی را که به خودشان باز کردن، نگران محدود شدن از این هست و نگران از دست دادن از این هست، به خاطر از اینکه اونا خب یک از ترسای همه زنان فعالی هستن که برای طالبان نباید انقدر صلاحیت داده می شد، برای طالبان نباید انقدر جرأت داده می شد که اونا دوباره بیاین مثلا حق پوشش، حق کار، حق تحصیل و حق فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان را در میز مذاکره به عنوان یکی از اصله های یا یکی از ماده هایی که باید روی بحث صورت بگیره، اینا رو به سرش چانه زنی بکنن که ما بر زنا باید چه حق را قائل هستیم و فعلا وضعیت زنان چگونه هست. من فکر میکنم که ترس ها و نگرانه های بیشتر از زنان به خاطر همه است که بیشتر به طالبان جرأت داشته و بر زنان ذهنیت ایجاد کردن که اونا به خودشان حقی را میده که در مورد سرنوشت زنان در افغانستان تصمیم بگیرن و یا حداقل روی زی بحث بکنن و بر زنان یک دغدغه باشه. ولی من شخصا خودم میگم که نه، طالبا کسی نیست که بیایه بر ما تعیین تکلیف بکنه و بر از ما یک چارچوکات تحت نام شریعت اسلامی یا یک قانون اسلامی بسازه و ما را دو چارچوکات محدود بسازه و بر ما تعیین تکلیف بکنه. من فکر میکنم که ما بیشتر به جای از اینکه نگران باشیم، خوب است که حداقل از یک منسجم شویم و خواسته های خود و چیزایی که واقعا بر ما نگرانی ایجاد کرده را با همدیگر شریک بسازیم و از با عنوان یک جریان بسیار قدرتمندی رودرو با طالبا این مسئله را مطرح بکنیم و برای زنان بگوییم که زنان حال زنان او دهی نیست که شما هر بلایی را سرشان می آوردین، اونا ساکت می بودن و در چهار شاخات خانه، در چهار دیواری خانه تحت فرمان می بود. زنان حال بسیار زیاد تغییر کرده، بسیار زیاد آگاه شده و همه مسائل خودم می فهمه و مطمئنن که این زنا اجازه چنین موقعیت را نخواهد داد که اونا دوباره بیای حاکمیت طالبانی و ذهنیت طالبانی خود سرمایه مال بکنه. بسیار خب، من نکته داشتم که به یه درجه شما به اون پرداختید ولی به شکل دیگه میخوام مطرحش کنم. در رابطه با بزرگ نمایی، در رابطه با بزرگ کردن طالبان بیش از اون چیزی که هستند، هزاران بار بیش از اون چیزی که هستند، امریکا اعلام کرد اصلا اینها شکست ناپذیرند و حکومت وحدت ملی در وقت خودش و حتی حامد کرزای توی این بزرگ نمایی سهیم بودند و اون چیزی رو که میخواستند خلق کردند تا بتونن باش مذاکره کنن و اصلا قابل مذاکره بشه. ولی بارها و بارها جنبش های اعتراضی اجتماعی در افغانستان هزاران برابر قدرت اجتماعی بزرگتری از طالبان دارند. روی پای خودشون بودن، اعتراضاتی رو سازمان دادن، خیابونها رو به تصرف در آوردن، جایی در دل مردم داشتن. طالب هرگز در دل مردم افغانستان جایی نداشته، هر جا رو گرفته با خون ریزی و به خاک و خون کشیدن تونسته بگیره.
این رو شما پرداختید بهش، منتها یک نکته هست و اون خود جنبش اعتراضی هست که بارها به خیابون اومده، شما نشریهش رو در میارید، ده ها فعال زن در NGO ها، در شبکه های مدنی و غیره دست به فعالیت میزنن و افراد زیادی رو دور خودشون جمع کردن. میخوام اگر خود شما هم تمایل دارید تمرکز رو بر این بذاریم، بر این جنبشی که الان ایستاده و به قول شما جواب طالبان رو نخواهد داد، یعنی اهمیتی براش نداره که طالب چه خواسته ای داره، خواسته های خودش رو میخواد مطرح کنه و میخوام پیشرفت و پیشروی این جنبش رو اگر شما چنین فکر میکنید توضیح بدید. البته من نگفتم که یک جنبشی بسیار قوی از زنان فعال تشکیل شده و اینا به خاطر ارزش ها و خواسته هایشان دادخواهی میکنه یا حداقل استادگی میکنه و در مقابل طالبا و رودرو با اونا خواسته هایشان را مطرح میکنه. اون چیزی که نگرانی ما و اکثریت زنایی هست که ما فقط نگرانی داریم و فقط، ولی این در قالب عمل بسیار جریانات کوچک شکل گرفته که حداقل بحث و گفتگوها و گفتمانهای بسیار کوچک رو برگزار میکنن و اینا در سطح کلانش منسجم نیست. زنانی که در حکومت افغانستان هست، زنانی که در پارلمان هستن، زنانی که در بخشهای متفاوت دیگه فعالیت میکنن، در ولایتهای افغانستان هستن، اینا یک گفتمانی بسیار کلی را شکل ندادن که تحت یک چتر بسیار کلان یک گفتمان را برگزار بکنن و ارزش ها و خواسته های زنان را در عصر حاضر در زمان حال اینا بحث بکنن و روی از گفتگو بکنن و اولویت بندی بکنن و روی از اینا بخواه استادگی بکنن و حداقل فشار بیارن که نمی ارزش ها باید حفظ باشه و باید حفظ شود. یک چنین چیزی با وجود نیامده، اما در سطح های کوچک بعضی نشست ها و جلسات را که در ولایت و در خود پایتخت در کابل برگزار شده، دغدغه های زنان بیشتر همین موضوعات بوده که ما به عنوان یک طرح خامه پیشنهاد شده که ما اگر بخوایم منسجم باشیم، ما اگر بتانیم که در مقابلی موضوعاتی که جریان داره یا حداقل جریانی بسیار قوی از زنان تشکیل بدیم که اینا برن و سر میز گفتگوی صلح با طالبان بنشینه و از ارزش های زن نوین افغانستان و از ارزش های زن امروزی افغانستان دفاع بکنه. یک چنین گفتمانی کلانی با وجود نیامده، اما در سطح کوچکش حداقل دغدغه ها و نگرانی هایی را که بین زنان ایجاد شده میتونه که امیدوار کننده باشه، ولی باز هم فکر نمی کنم که بتانه که یک موضوع قوی از آدرس زنان افغانستان باشه. ولی یک چیز دیگه ایره که من میخواییم یادآوری بکنم اوی است که متاسفانه یک توافق نامهیه که بین یک گروه جنایتکار، یک گروه توریستی به نام طالب و آمریکا امضا شد که حتی حکومت افغانستان در او هیچ نقش نداشت، حتی دولت مردای افغانستان در او هیچ سهمی نداد و هیچ حق ابراز نظر را نداد. من فکر میکنم که بحث زنان و خواسته های زنان شاید در قدم دوم باشه و وقتی که حکومت ما را در یک چون این توافقنامه‌ای به رسمیت نمیشناسه و نظریاتشان را در نظر نمیگیره، من فکر میکنم که بحث زنان را این خودش میتونه که به حاشیه ببره و از این رو حداقل اون چیزی که ما برش امیدوار هستیم که بتونه یک چنین، در حالی که یک چنین جنبشی با وجود بیاید که حداقل در گفتگوهای بعدی را که همراه طالبا صورت میگیره اینا بتانن بسیار با قاطعیت و با جدیت از ارزش‌های زنان دفاع بکنه، حداقل فعلا زمینه با وجود آمدن یک چنین جنبشی از یک زنان با وجود آمده و امیدوار هستیم که جدی گرفته شود و بتانه که ما یک موضوع قوی را در مقابل از اونا داشته باشیم. خود سازمان دادن جنبش دفاع از حق زن
و اجتماعی کردن اون، جنبشی که زنان و مردان برابری طلب و آزادی خواه توی اون جمع میشن، جامعه رو با خودشون بسیج میکنن، همراه میکنن، این چقدر چشمنداز داره برای شما الان؟ خب باید بگویم که در حال حاضر اکثر کسایی که با معذرت من سوال تون صحیح متوجه نشدم. اشکال نداره، مسئله نیست، مجددا تکرار میکنم، میگم یک جنبش دفاع از حق زن باید فعالین اجتماعی، برابری طلب، آزادی خواه، زنان و مردانی رو در خودش منسجم کنه که بتونه جامعه رو همراه خودش کنه. الان چنین چشماندازی مقابل شما هست یا نه؟ بله 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 دقیقا. یک چیزی که فکر می کنم که اون چیزی که من می بینم عملا و در درون جامعه که زندگی می کنم، تعداد بسیار زیادی از کسایی که واقعا در قسمت دغدغه دارن، واقعا فکر می کنن که با هم منسجم بشن و با هم یعنی در کنار همدیگر باشن و خواسته های مشترکشان رو با هم مطرح بکنن و همدیگر رو در موارد مختلف حمایت بکنن، چون این چیزی وجود داره. اگر من درست متوجه شده باشم، به خاطر از اینکه درست گرفته باشم من سوالتان را، بسیار زیاد وجود داره، ولی به خاطر این فضای دوگانگی و فضای بسیار اسفباری که وضعیت سیاسی افغانستان ایجاد کرده، به نحوی همه را از همدیگه دور می‌سازه. به خاطر از اینکه وقتی که حکومت افغانستان یکی نباشه، وقتی که یک حکومت و دولت افغانستان یک موضوعی واحد در مقابل یک گروه تروریستی به نام طالب را نداشته باشه، من فکر میکنم که این عملا کسانی را که میخواین با همدیگه منسجم باشن و روی خواسته ها و ارزش هایشان کار بکنن، من فکر میکنم اینا را تحت تاثیر قرار میده و یک سری دلسرده ها را بین از اینا با وجود میاره. ولی بسیار انسان هایی هستن که دغدغه دارن و بسیار انسان هایی هستن که نگران این موضوعات هست و در تلاش از این هستن که بتونن یک انگیزه و دلگرمی برشان با وجود بیان که اینا روی خواسته های مشترکشان و روی ارزش های مشترکشان و روی اون چیزی که سرمایه گذاری کرده، با خودش وقت گذاشته و کار کرده و فضا و زمینه ای که برای یک زندگی بهتر و در فضای امن‌تر مساعد کردن، چون این چیز وجود دارن و در دقیقه هزی هم وجود داره. خب خانم روشنیان، یک اتفاقی در شهر هرات افتاد، یک بیلبوردی راجب حجاب زده شد که معلوم بود یک جریان به شدت ارتجاعی پشت اون لانه کرده و یک فردی این رو نمایندگی میکرد، ولی معلوم بود این یک شبکه کاملا ارتجاعی تروریستی داره اون رو هدایت میکنه. راجب حجاب و رعایت حجاب فکر میکنید واکنشی که جامعه نسبت به این مسئله نشون داد چقدر اعتراضی بود؟ میخواستم دقیق راجع به همین مسئله، اون جنبش اعتراضی رو که مثال زدیم و راجبش صحبت کردیم مطرح کنیم. بفرمید. صدایتان کامل قطع شد، من نگرفتم که یک قسمت از صدا کامل نشنیدم که چی گفتیم. آره اشکال نداره، احتمالاً اشکال فنی بود. گفتم در هرات یک بیلبوردی راجع به حجاب نصب شد که این از جانب یک فرد نبود، یک جریان ارتجاعی تروریستی، یک شبکه است که این رو داره هدایت میکنه. خب با اعتراضاتی روبرو شد. میخوام بگم همون جنبش اعتراضی که الان شما راجع به اون صحبت کردید، نسبت به اون خوشبین هستید، چگونه به این مسئله برخورد کرد؟ چگونه اون رو عقب روند؟ بفرمید. خب من در حال که خیلی تلاش میکنم که زیاد به قضایا نگاه منفی نداشته باشم،
اما متاسفانه باید یادآوری بکنم که تنها او یک جریان بسیار تندرو در هرات وجود نداره، چون این جریان های تندروی مذهبی که همیشه فضا را برای نه تنها برای زنان بلکه حتی برای مردهایی را که کم دیگراندیش است کم انسانی فکر میکنه برای زنان هم تنگ میسازه در تمام ولایت افغانستان هست و حتی در پایتخت افغانستان در کابل هم وجود داره، چون این افرادی و چون این گروه هایی را که اینا همیشه با افکار طالبانی و با ذهنیت بسیار بسته و مذهبیشان تلاش میکنه که فضای زندگی را برای محدود بسازه و برای افراد و بخصوص برای زنها، و متاسفانه که در هیچ جای دیوار کوتاه‌تر از زنان نمیبینن. هر اون چیزی که میشه برمیگرده به زنان و میگه زنان و نگاهشان این است که زنان عامل همه از بدبختی ها و همه فساد و مشکلات هست. یک اعتراض بسیار جالب بود و بسیاری از کسانی که در مقابل یک سری اتفاقات میفته که بسیاری از کسان واقعیت خودشان را نشان میدن، اما چرا این اعتراضات در مقابل چنان گروه های پایدار نیست یا حداقل چنان افرادی به جزایشان نمیرسه یا حداقل تاثیرگذاری و ماندگاری نداره؟ به خاطر از این است که گروه های مذهبی و تندرو به خصوص ملاها در افغانستان پشتوان بسیار زیادی داره. سیاسیون افغانستان، وکلای پارلمان، جریان های متفاوتی را که در افغانستان فعال هستند، اینا به خاطر منافع خودشان، به خاطر از اینکه در نمو قدرت بمانه، از اون جاهلیت و از اون موضوع استفاده میکنه. اگر یک نفر میخواد اونا را جلوی چنین تندروی هایی را گرفته شوه یا حداقل به جواب مثبتی به اعتراضات یک تعداد انسان هایی را که در این جامعه کار کردن بر از اونا بتن، متاسفانه گروه های دیگه و جریان های سیاسی دیگه ای وجود داره که او گروه ها را حمایت میکنه و به نحوی این قضایا همیشه سرپوش میشه و دوباره کسی به خاطر از او صدا بلند نمی کنه. یک چیزی بسیار جالب بود، من شاهد از این هستم که در هرات یک گروهی از زنانی که در او فضا کار می کنند، درس می خوانند، در شما هستند، ایجاد شده بود و بسیار گفتگوهای زیاد اونا کردن، نشست های بسیار زیاد را داشتن، ولی حتی اجازه برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی رو برای از اونا ندادن، به خاطر از این که خب افرادی بودن که منافعشان دونمو وضعیت دونمو حرکت گروه های تندروی مذهبی هست و اونا اجازه از رو بر زنان ندادن که صدای خود بلند بکنن، اجازه از رو بر زنان ندادن و هرات یک فضای بسیار بسته و بسیار سنتی و مذهبی هست که به نحوی اونم گروه های منسجمی از زنان که به وجود می آید اونم اونا رو دوباره مهار میکنه و اونا رو دوباره بینشان از همپاشتگی ایجاد میکنه تا اونا نتونن به مخواسته بر حقشان استادگی بکنه. ما هم اعتراضات بسیار کردیم و با آدرس وکلای هرات و زنانی ره که فکر میکردیم اونا میتونن که در قسمت ما را همراهی بکنه و در قسمت زنان هرات را همراهی بکنه که ما بتانیم حداقل گروه افراطی و مذهبی را که آمده بود چون کار را در سطح شهر هرات کرده بود حداقل اونا را به نحوی بتانه که اگر به زندان نمیبرن، اگر جزایی بر از اونا تعیین نمیکنه، حداقل بر از اونا یه اختاریه را بتن که دیگه اونا چون این جرأت را نکنن که برای زنا چون حکومت هایی را صادر بکنه. گرچند که خوب بود، یعنی نمیگم که کامل هیچ گونه تأثیری نداشت اعتراضات و خواسته های ما، حداقل یک کم تأثیر داشت، ولی بیشتر فضا را بر از اونا ایجاد کرد و رسانه ها بیشتر بر از اون گروه تریبون داد که اونا بگن دلیل کارشان را بسیار خودشان را برحق بشماره متاسفانه، و این تنها دلیلش همی است که متاسفانه که از طرف جریان های سیاسی اونا حمایت میشه و دادخواهی ها و اعتراضات نسل نو افغانستان به خاطر از اینکه حامی سیاسی نداره، به خاطر از اینکه ممکن به منافع کسی منافع شخصی از اون میبره، کمتر مورد حمایت قرار میگیره تا اونها. ولی باز هم خوب بود، یک دستاورد کوچولو خیلی کوچک بود که اونا حداقل تانستن که همو بیلبورد ها و تابلوهایی را که نشر کرده بودن که
در مورد حجاب و در مورد محدودیت های زنان اینا اونا رو دوباره از سطح شهر جمع‌آوری کردن، ولی باز هم اونا به کارشان ادامه میده و من مطمئن هستم که ما باز هم شاهد چنین چیزایی هستیم به خاطر اینکه فضا بر از اونا است و اونا حامی دارن، حمایت میشن. خب فاطمه عزیز، فرصتی هست بپردازیم به خود تو و نشریه هفته نامه نیمرخ. اوضاع نشریت چطوره؟ چطور در میاد؟ این شماره های آخر رو که خودت زحمت کشیدی بودی و فرستاده بودی نگاه کردم، جمع خیلی بزرگتری به شما پیوستن، بحثای خیلی متنوع تری توی نشریه هست. این نظر من، البته میخوام حالا نظر خودت رو بدونم. دقیقا نیمرخ یک فضایی هست که زنان افغانستان را خشونت هایی را که علیه زنان صورت میگیره و یا حداقل موفقیت ها و دستاورت هایی را که زنان می داشته باشن، حداقل اون صدای زنان را یا وضعیت زنان را سانسور نمی کنه. و من همیشه برای خانم هایی را که در افغانستان فعالیت میکنه کار میکنه میگم نیمرخ یک بستر بسیار خوب هست که شما میتونه خودتان را بیان بکنین و بسیار در موارد مختلف شما بنویسین و ما هم روی تا مصاحبه میکنیم. حداقل یک بستری هست که ما بتانیم خود ما را در او بیان بکنیم بدون از این که سانسور شود حرفا و صداها و گفته های ما. از این رو نیمرخ وارد سال چهارمی شد، یک هفته نامه هست و به ما اندازه که امکانات داره و فضا برش مساعد هست کار میکنه و گفته ها و خواسته های زنان را انعکاس میده و یک نشریه هست که متفاوت تر از رسانه های دیگر به وضعیت زنان میپردازه و موضوعات و مطالبی که نشر میشه کامل در حوزه زنان، این گفتمان های بسیار خوب را به وجود میاره، حداقل در رسانه های اجتماعی، حداقل در گفتمان های دیگه ایره که بین زنان و جوانان و قشر تحصیل کرده برگزار میشه. یک فضای خوبی هست برای از اینکه زنان بتونه خودشان را بیان بکنه و من فکر میکنم که ما میتونیم با اندکترین امکاناتی که در اختیار داریم کارهای بسیار بنیادی و عملی انجام بدیم. بسیار عالی. فقط یک سال فاطمه عزیز، دسترسی به نشریه نیمرخ چگونه ممکنه؟ به صورت آنلاین در جایی هست یا فقط باید اون رو از گیشه ها خرید یا فقط به صورت PDF دریافت میشه؟ این اطلاعات هم به بینندگان ما بدید که بدونن چطوری به نشریه شما، به هفته نامه نیمرخ دسترسی پیدا کنن. هفتنامه نیمرخ در با تیراژ 2000 در کابل و 5 ولایت افغانستان در کابل چاپ میشه و همزمان در 5 ولایت افغانستان ما توزیع داریم، اما متاسفانه بنابر بعضی تهدیدهایی را که از یکی دو ولایت ما دریافت کردیم که به ما گفتن شما علیه اسلام می نویسین، شما نمیفهمم زندگی خانوادگی را از هم می پاشانین و کار می کنین که زنا بیشتر جرأت بکنه، زنا چشم سفید شود. البته یک اصطلاح عامی که در بین مردم ما هست که زنا را چشم سفید می سازن که دیگه اونا تن بینوی روال عادی زندگی نته. از لحاظ ما متاسفانه با تهدیدهایی که شدیم در دو ولایت توزیع ما رو متوقف کردیم، فقط در کابل و سه ولایت دیگه ما همزمان چاپ و توزیع داریم. بیشتر ما به صورت رایگان هفتنامه را در همه ادارات در همه جا روان میکنیم به خاطر از اینکه سطح فرهنگ روزنامه‌خوانی کم پایین هست. متاسفانه کسی علاقه‌مندی به خرید روزنامه و مجله و چیزا زیاد نداره و ما به صورت رایگان روان میکنیم و در این حال نیمرخ سایت داره و تمام شمارگان PDF نیمرخ و مطالبی که در نیمرخ چاپ میشه در سایت و صفحه نیمرخ همزمان نشر میشه و کسایی که علاقه مند باشه که به مطالب نیمرخ دسترسی داشته باشه و حداقل دسترسشان باشه میتونه که از طریق دسترسی پیدا بکنه. خب یعنی کافیه که در مثلا گوگل سرچ کنیم نیمرخ.com پیدا کنیم به همین سادگی؟ بله بله، نیمرخ.af آدرس سایت ما هست و
در اونجا همه مطالب و موضوعات و مصاحبه و گزارشات و مقالات را که ما از نویسندگان نیمرخ و از خود ما همکاران ما تهیه میکنن رو میتونه از اونجا بسیار راحت در دسترس است. بسیار بسیار خوشحال شدیم و امیدوارم که دوستان عزیز و همکاران شما هم سال خوبی رو شروع کنن در نیمرخ و میدونیم که مسافه‌های بسیار بزرگی پیش روی همه شما فعالین دفاع از حقوق زن هست. پیشا پیش به همه این دوستان سلام گرم ما رو برسونید. ممنونم که در این گفتگو با برنامه با هم همراه بودید. سلامت باشین، قربانتون، تشکر. گفتگوی ما رو با فاطمه روشنیان مدیر مسئول هفته نامه نیمرخ دیدید. با همین شماره تلفن در تماس باشید با ما. شما چه فکر میکنید راجب نکات و سوالاتی که مطرح شد، پاسخهایی که داده شد، موقعیت جنبش دفاع از حقوق زنان، تعرضی که باید در مقابل طالبان داشت، چه باید کردها، اونها رو با ما با همین شماره تلفن همین حالا در میان بگذارید. اما وقتی راجب حق زن صحبت میشه، درست در چنین روزهایی 5 سال پیش، سال 2015، مرکز شهر کابل بغل گوش ارگ اتفاق و فاجعه‌ای رخ داد که تاریخ بشر اون رو فراموش نمیکنه. عده‌ای که خود رو شیفته قرآن و اسلام میدونستن دست به جنایتی زدن و فرخونده ملکزاده رو زیر دست و پا له کردند، کشتند، آتش زدند، به گوشه ای پرتاب کردند. این فاجعه هرگز فراموش نمیشه. خود فاجعه ای که تا حدی هر جا که امکان پذیر بود با سایه و غیره پوشونده شده بود که قابل دیدن بشه، قابل تحمل بشه، خود فاجعه به روشنی معلومه. یک تعویض نویس، یک دعا نویس ادعا کرد که فرخونده قرآن رو آتش زده و همین فاجعه آفرید. ادعای جاهل اسلام زده این فاجعه رو خلق کردند. همین شما میدونید چه بر سر فرخونده اومد. فرخونده رو به یک دادگاهی نبرده بودند، کسی شکایتی نکرده بود. دادگاه، قاضی، دادستان، بازپرس،
مجری احکام همه با هم تو خیابون بودند و با ادعای یک نفر بدون اینکه معلوم بشه چه چیزی حقیقت داره اون فاجعه آفریده شد. جامعه نهیب خورد و ما میخواییم راجع به همین صحبت بکنیم. بازگشت طالبان بر دوش همین فضا، بر دوش همین ارگ، بر دوش همین سپیدار، در کنار و بغل گوش اونها امکان پذیر شد و بازگشت طالبان، اونهایی که فرخنده رو با فتواهای طالبانی به قتل رسوندند، طالبان رو بر دوش خواهند آورد. یک پای اونها در ارگ، یک پایشون در سپیداره، یک پایشون در بگرامه، ولی همین ها طالبان، یعنی همین. اون فاجعه ای که خلق شد، نهیبی که به جامعه زد، بعد از 5 سال کماکان در گوش ما زنگ میزنه. برای اینکه مانع بشیم دست مذهب در زندگی مردم دراز بشه، باید دست مذهب رو قطع کرد در زندگی مردم. و این شوخی نیست. اگر قرار هست از حق زن دفاع بشه، اگر قرار هست نوروز ما پیروز بشه، باید همین کار رو کرد و جز این راهی نیست. اما این فاجعه موج دیگری رو به خیابون آورد، موج دیگری رو به جامعه آورد. صحنه هایی خلق شد. کسانی 3 روز بعد تابوت فرخنده رو بردوش کشیدند، خیابان رو به نام فرخنده ملکزاده نامگذاری کردند، مجسمه یادبود ساخته شد و معلوم شد که جامعه نمیپذیره و این موج توحش و ارتجاع رو عقب میزنه. اتفاقا کلیپی در این مورد هست کوتاه، اون رو هم اجازه بدید با هم ببینیم. از بردوش گرفتن تابوت فرخنده ملکزاده که یک سنت شکنی و یک تابو شکنی بزرگ در افغانستان محسوب می شد که زنان زیر یک تابوت رو بگیرند و حضور اعتراضی و خشمگین خودشون رو علیه دستگاه حکومتی موجود و دست دراز شده مذهب در زندگی زنان انجام دادند و ساختن یک منار به نام فرخنده ملکزاده. این پاسخی بود به امثال ایاز نیازی ها که با بیشرمی و وقاحتی که فقط از آیت الله ها و فقها ها ساخت است، علارغم این توحش، علارغم این ارتجاع عریانی که مشاهده کردید، اومد و از کار همه اونها حمایت کرد. اومد و گفت حقش بود، باید این انجام می شد. اونها حکم خدا رو انجام دادن. کسی که قرآن آتش زده همین کار رو باید باش کرد. دو قطب در جامعه آفریده شد. دو قطب عملا رو در روی هم قرار گرفتند. سال روز مرگ فرخنده ملک ساده بعد از 5 سال یادآور همین قطب. دو قطبی که هنوز در مقابل هم سپر به سپر می جنگن. یادآور یک نکته مهمه. کسانی که بعداً در دادگاه محاکمه شدند، دستگیر شدند، تعدادی از اونها قصر در رفتن و با رشوه و غیر آزاد شدند،
بانیان اصلی فرار کردن، ایاز نیازی ها هنوز به زندگیشون دارن ادامه میدن. اما یکی از این قاتلین نکاتی داره که تکان دهنده است و نشون میده چگونه پمپاژ ارتجاع به داخل زندان، مغزشویی ها چه کار میکنه. میدونم که خوشایند نیست خیلی از نکات، اما بریم و با هم ببینیم. حتما بسیاری ها با این چهره آشنایی دارند. مردی است که پس از کشتن فرخنده در صفحه فیسبوکش نوشت که در کشتن فرخنده دست دارد. این مرد به شرف بغلانی مشهور است. در محکمه اول به اعدام محکوم شده بود و اما محاکم بعدی وی را به 20 سال زندان محکوم به جزا کردند. قصه های شرف درباره این رویداد متناقض است. در بخش از صحبت هایش کشتن فرخنده را یک اشتباه می داند. یک اشتباه هم بود و یه اشتباه بود. تو اشتباهشی بود که در دنیا با قسم مثال هم اسلام وحشت داره شد. اشتباهش صرف اینما قدر بود که دنیا مثال در دنیا اسلام بدر یک وحشت زده شد. که مثال یک کار غیر اسلامی بود، یا غیر اسلامی بود با مردم یک کم بانمود شد که اسلام شاید کمیت یک بود داشته باشه. خود با شریعت اسلامی خود فرخنده را دیدی دارد نسخت برش؟ زمان کسی با قرآن تجاوز بکنه و دین ما که تجاوز بکنه و زیر پای ما که بوم برم ما بدر کدام اکسل عمل نشان نمیتون چرا جگرم کن شبا؟ کشتن فرخنده شهید شدنش برای افتخار بود کنجا؟ آه افتخار بود. کسی که با دین تجاوز بکنه با قرآن ما تجاوز بکنه و که بوم برم با ما افتخار هست. زن در زیر پای صدها مرد نامحرم به نظر مشروعیت داره که او یک زن است به او را لگت بزنن بعدش خب برای آتش بزنن انسان... دلت هیچ نسخت برش؟ انسان دفتا تصمیم گرفته نمیدونه. انسان اگر دفتا عقل انسان قدر تیز که کار بکنه دفتا انسان تصمیم خدا بگیره هیچ وقت جنجال نمیبونه، هیچ وقت دچار غم نمیشه. و احساسات مردم بود، احساسات مردم یک اشتباه بود یعنی کشتن فرخنده. در اون زمان مردم فکر نمیکرد که مثال کی از طبقه اونا از جزبور شرف تایید میکند که جریان سوختاندن قرآن از سوی فرخنده را به چشم ندیده بود. جبش صحبت کردیم، این دو قطبی که در مقابل هم هست، قطب مردم مترقی و آزادی خواه و یک جنبش عمیقا ارتجایی. نظر شما چیه راجع به این موضوع؟ میخواید اظهار نظر کنید، این شماره تلفن ماست. از همین طریق پیام های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. کافیه که در تلگرام، در فیسبوک، در مسنجر های دیگه، واتساپ، وایبر، لاین، توی هر کدوم از اونها برای ما پیغامتون رو بفرستید تا از برنامه پخش کنیم. امیدوارم که از مجموعه که تهیه کردیم راضی باشید و همچنان با ما با هم باقی بمانید.